سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس من بینایت خوش اومدید. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش باشه. در این ویدیو کوتاه آموزشی قرار بریم سراغ حل تست مقدار تابه. دو تا سوال خیلی قشنگ با هم دیگه حل کنیم که انشالله در این قسمت مشکلی نداشته باشید. سوال اول گفته در تابه با ضابطه fx برابر با x منهای رادیکال x به علاوه 4 به ازای x های بزرگتر از 3 و 2x به علاوه 3 به ازای x های کوچکتر و مساوی 3 بفرمایید که حاصل این عبارت برابر با چی میشه. من اول میخوام برم سراغ f 5، اینو حساب کتاب کنم ببینم چی میشه. x من برابر بوده با 5، 5 رو در ابتدای کار باید داخل f جایگزین کنم، چون قراره f 5 به دست بیارم، درسته؟ باید به جای x ها 5 بنویسم. تابع من دو ضابطه ای بوده، توی کدوم ضابطه با جایگزین کنم؟ احسن، میگه به خاطری که عدد شما بزرگتر از 3 بوده پس باید در ضابطه بالایی جایگزین کنیم. اگر اینجا بیام به جای x ها 5 جایگزین کنم، میشه بعد 5 منهای رادیکال 5 به علاوه 4، 5 به علاوه 4 میشه بعد 9 جذر 9 برابر با 3، 5 منهای 3 میشه بعد 2. پس چه کردم؟ به جای x ها 5 جایگزین کردم و به 2 رسیدم. حالا که من فهمیدم این داخل برابر میشه با 2، دوباره چون f دارم یه بار دیگه این دفعه 2 باید داخل f جایگزین کنم، اما چون عددم کوچکتر از 3 شد توی ضابطه پایینی جایگزین میکنم. اگه اینجا 2 بذارم، 2 ضرب در 2 4 به علاوه 3 7، خیلی قشنگ به دست اومد. دوباره این دفعه عدد 1 رو باید بررسی کنیم. خب 1 رو باید داخل f جایگزین کنم. به من بگو ببینم توی ضابطه بالایی یا توی ضابطه پایینی؟ احسن، میگی با توجه به اینکه عدد کوچکتر از 3 هست پس باید توی ضابطه پایینی جایگزین کنی. 2 به علاوه 3 برابر خواهد بود با 5. دوباره اینو باید بندازم داخل f. خب f 5 رو که قبلا حساب کرده بودیم، وقتی 5 جایگزین کردیم به 2 رسیدیم. یه جواب شد 7، یه جواب شد 2. قرار این دوتا جواب با هم دیگه جمع بشن که حاصل عبارت من برابر بشه با 9. تست سراسری سال 90، باورت میشه سراسری سال 90 اینقدر سالش آسون باشه؟ فقط با یه عدد گذاری شما بتونی به جواب برسی. سوال بعدی سراسری 91 گفته fx برابر با x به علاوه رادیکال x، j برابر با 1 و 2، 5 و 4، 6 و 5، 2 و 3. شما بفرمایید در صورتی که j f a هست 5، مقدار a برابر با چی میشه؟ آقا این داخل برابر با چند باشه که جواب عبارت من بشود 5؟ احسن بر تو، میگه آقا چون جواب شده 5 پس داخل عبارت من حتما بوده 6، یعنی اف آ برابر بوده با 6. خب اف آ یعنی چی؟ یعنی توی تابع اف ایکس به جای ایکس های خودم آ جایگزین کنم. خب این کار انجام بدم، این تابع اف ایکس بوده، به جای ایکس هاش میخوام آ بنویسم، آ به علاوه رادیکال آ باید برابر بشه با 6 طبق گفته خود صورت مسئله. اصلا احتیاجی نیست تو بری سراغ حل معادله رادیکالی چه میدونم به توان دو برسین و اینجور داستان ها، چون داری تست میزنی، جواب تو باید یکی از این گزینه ها باشه. عدد گذاری کن، اگر بیام یک جایگزین کنم، یک به علاوه یک قطعا 6 نمیشه، پس تو غلطی. گزینه شماره 2 و 3 بوده 2 و 3. خب اگر من اینجا 2 و 3 جایگزین کنم، 2 و 3 که جذر روندی به من تحویل نمیدن، پس شما هم غلطین. فقط تنها عددی که برای من میمونه 4 هست، که اگر بیام 4 رو تست کنم میشود 4 به علاوه جذر 4، بله اون 6 ایدئالی که مد نظرمون هست به دست میاد، پس جواب صحیح برابر شد با عدد خیلی قشنگ 4. تنها کاری که تو این سوال انجام دادم این بود، گفتم چون جواب برابر با 5 بوده توی زوج مرتب x من باید چه باشه که جواب بشود 5، گفتم x من میشود 6. حالا f a مساوی با 6 هست پس توی تابع f به جای x ها باید a جایگزین کنم و عبارت رو برابر با 6 قرار بدم تا به اون نتیجه ایدئالم برسم. بینایی سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.